عرضه دارم، سلام گوینده جان هستم و اینجا پشمام نیوزه، مرجع خفنترین، بروزترین، داغترین و جنجالیترین اخبار روز دنیا. اول از همه محبت کنید کانال رو سابسکرایب کنید، زبونم رو پشت برام آوردن نگفتین یه سابسکرایب دیگه، قند خونتون که نمیفته، سابسکرایب بفرمایید و زنگوله بغل شما بیلاخ محترم فشار بدید. چرا؟ که اگه خبری اومد ما منتشر کردیم در جا مطلع بشید. جونم واسهتون بگم که اخبار داریم فیت، یعنی فیوچرینگ، خانم شهناز تهرانی با زهرا امیر ابراهیمی فیتی دادن. نه دروغ گفتم، فیت که ندادن با هم دیگه، ولی یه اظهار نظر جالب کرده خانم شهناز تهرانی رو که همتون میشناسین که به نسبت هنرپیشه قبل انقلابن که بیشتر حالت کوچه بازاری بازی میکردن و آهای اوستا کبابی و اینجور چیزا و وای چه رونه چاقی و وای چه سینه های مرمری و تو این مودا کلن کار میکردن. بعد انقلابم توی یک ویدیو کامل توضیح دادم، اونم برید ببینید. فقط من مختصر بگم چون خیلی برای خودم جالب، سال 60 هم یه باند خلافکار تشکیل دادن، میرفتن خونه رویی، یعنی خونه مردم و مایدارا رو میرفتن باهاشون میریختن رو هم، بعد دیگه 12 تا خونه هم اینجوری زده بودن که دیگه پلیس میگرفت، بعد فرار میکنن و میان و توی امریکا و وضعیت مالیشون هم خوب نبوده معمولا، و این برای گرجستان و داوود هزینه و لب و لوب بازی و ترکیه و بیا و عمل جراحی و پروتز سینه و سرپا شاشیدن و خلاصه همه این کارها رو انجام میدن تا بتونن گذران زندگی بکنن دیگه به قول معروف. حالا که چند روز پیشم تعجب کردید که توی جشنواره فستیوال فیلم کن خانم زهرا امیر ابراهیمی که اسمش هم عوض کرده زر امیر ابراهیمی به خاطر فیلم عنکبوت مقدس بهترین جایزه بهترین بازیگر نقش زن رو بردن. بعد خیلی هم جالبه که ایشون یعنی خانم شهناز تهرانی تبریک ریزی اومدن به عنوان یه بازیگر پیشکسوت. تو متنش اینطوری نوشته: من به عنوان یه بازیگر پیشکسوت و کسی که زمان قبل از انقلاب آثار خیلی فاخری از خودم به جای گذاشتم اینو تبریک میگم. آتو دمش گرم که تبریک گفته. ایشون یعنی خانم زهرا امیر ابراهیمی نمونه بارزی از یک خانومی هستن که تونستن الگوی خیلی خیلی از دخترها و جوانهای ما باشن که بعد از اتفاقاتی که واسهشون افتاد و بسیار ناراحت کننده و متاثر کننده بود برای من، تونستن دوباره برگردن روی روال و همچین موفقیت عظیمی رو به دست بیارن. و من به عنوان پیشکسوت و اصلا من یک بازیگرهای قبل از انقلاب بهشون تبریک میگم. یاد اون جوکه افتادم، بنده خدا یه یارو ابیو داریوشو داشتن دستگیر میکردم، میگه میره می دوه میچسبونه خوش میگه ما ستاره کجا میبریم. این بنده خدا هم خب بازی کردن دوست داشتنی ان، خاطر انگیز، ولی خب بازیگر پیشکسوت مثلا عزت الله انتظامی بود بنده خدا، یا داوود رشیدی بود، یا محمد علی کشاورز بود دیگه. این که مثلا مینی جوب بپوشید و غیر بدید یه بازیگری خاصی نیستش. حالا خب طرفدار خاص خودش هم داره. یه اتفاقات عجیبی هم افتاده، یه داستانی پیش اومده، من نمیدونم چرا همه این پرهاشی‌ها میگردن همو پیدا میکنن. خانم بهاره رهنما هم که رفته بوده آنتالیا گویا یه میتینگ با ایشون داشته و قرار بوده توی یکی از پروژه‌هاشون با هم کار بکنن که به توافق نرسیدن. مثل اینکه خانم شهناز خانم تهرانی کافه نژاد یه مقدار توی هزینه و حساب کتاب و این داستان ها رند داستان و دستموز کمی هم طلب نکردن. در آن صورت دیگه حالا راست و دروغ و خیر و شرش با خود همه کسایی که گفتن. عزیزای دلم، اینجا پشمام نیوزه، مرجع خفنترین، بروزترین، داغترین و جنجالیترین اخبار دنیای هنرمندان. مرسی که ما رو حمایت میکنید و ممنون که کانال رو لایک و سابسکرایب میکنید. ما رو دوستاتون معرفی بکنید، تو داشبوردتون جا بدید، تو کمدتون، اصلا منو تا کنید بذارید مثلا تو کفشتون. والا دم دست باشم بخونم، حالتون بچه ها دیگه گوشی بکنید، مراقب خودتون باشین، قربونتون برم.